حدود 66 میلیون سال پیش یه سیارک به اندازه یک شهر به زمین برخورد کرد. این برخورد انرژی برابر با انفجار 72 تریلیون تن یا 65 میلیون تن TNT آزاد کرد و یه گودال 180 کیلومتری در شبه جزیره یوکاتان در مکزیک به وجود آورد. معروف ترین اثر این برخورد رو میگن همون انقراض دایناسورهای غیر پرنده است و حدود 3/4 گونه های زمین هم منقرض شدن. بهش انقراض کرتاس پالیوژن میگن. در اطراف زمین الان تعداد زیادی سیارک و شهاب‌سنگ بزرگ در حال گردشن. بهشون اجرام نزدیک زمین میگن. این اجرام به خاطر نزدیکی به مدار زمین همیشه توسط دانشمندان و ستاره‌شناسان رصد میشن. هرچند که بیشتر این سیارک ها بی‌خطرن و تهدیدی هم برای ما ندارن. اما بعضی از اونها رو بهشون لقب اجرام بالقوه خطرناک دادن. اینها اجسامی‌اند که ممکنه در آینده به زمین نزدیک بشن و در موارد نادر هم احتمال برخورد وجود داره. دانشمندان از طریق سیستم‌های پایش و محاسبات مداری پیشرفته مثل مرکز مطالعات اجرام نزدیک به زمین ناسا که بهش CNEOS میگن مسیر و حرکت این سیارک‌ها رو زیر نظر دارن. در حال حاضر تا 100 سال آینده پیش بینی کردن که تهدید جدی از طرف سیارک‌ها رخ نمیده. ولی خب احتمال برخورد ناگهانی و غافلگیر کننده همیشه وجود داره. برخورد یک سیارک بزرگ میتونه اثرات ویرانگر در مقیاس بزرگ حتی داشته باشه. مقیاس کوچیکش فقط تخریب شهر و تغییرات اقلیمیه. مقیاس بزرگ هم همون چیزی که باعث انقراض دایناسورها شده. میتونیم اینطور فرض کنیم که یک سیارک بزرگ میتونه گونه های زمین رو، نه فقط انسان و چیزای بزرگ مثل دایناسور، که حتی گونه های ریستر رو هم نابود کنه و حیات زمین رو تهدید کنه. به همین دلیل پژوهشگران همیشه آسمون رو نگاه میکنن و اینجا هم ما میخواییم 5 تا از همون خطرناکترین سیارک هایی که تا حالا ناسا زیر نظر داره و معرفی کرده رو ما معرفی کنیم. سیارک بنو حدوداً 49 صدم کیلومتر قطر داره و 67 میلیون تن وزن داره. خطرناکترین سیارک نزدیک به زمین به حساب میاد. اما خوشبختانه تا مدتی خطر نداره. دانشمندان ناسا حساب کردند که وقتی بنو در تاریخ 24 سپتامبر 2182 به زمین نزدیک میشه، احتمال برخوردش تازه اون زمان 37 هزارم درصده. دانشمندا دارن تا جای ممکن اطلاعات بیشتری در مورد این سیارک که خود همین سیارک از یه سیارک بزرگتر حدوداً 2.5 میلیارد سال پیش جدا شده جمع میکنن. تو 24 سپتامبر سال 2023 فضاپیمای اوسایرس رکس که مال ناسا هست نمونه ای از بنو رو به زمین برگردوند و محققان سراسر دنیا شروع کردن به بررسی این سنگ فضایی. نتایج اولیش نشون داد که بنو حامل عناصر اصلی تشکیل دهنده حیات مثل آمینو اسید ساده است به نام گلیسین و مواد معدنی دارای آب هم داره. این موضوع نشون میده که سیارک مادر بنو، همون سیارکی که ازش جدا شده، قبل از اینکه از هم بپاشه چندین بار با آب در تماس بوده. این خیلی مهمه چون آب روی زمین هم از همین طریق به وجود اومده و قبلا زمین با شهاب سنگ ها برخورد داشته که اونها آب رو به زمین آوردن. حالا اگر بنو به زمین برخورد کنه، انرژیش تخمین زدن برابر با انفجار 1.4 میلیارد تن TNTه که یک تخریب بزرگ منطقه‌ای درست میکنه. ولی میگن که توانایی ایجاد فاجعه جهانی نداره. اما اگه به یک منطقه پرجمعیت بخوره، باعث مرگ میلیون ها نفر میشه. سیارک DA-1950 این سیارک حدود 1.3 کیلومتر قطر داره، 71 میلیون تن وزنشه. دومین سیارک خطرناکیه که ناسا زیر نظر داره. این سیارک اولین بار در فوریه 1950 کشف شد. بعد از اون دانشمندا گمش کردن و 50 سال بعد دوباره پیدا شد. دانشمندا فکر میکنن که DA-1950 یه سیارک پر از سنگریزه است که مقدار زیادی آهن و نیکل هم توش داره. در حال حاضر تخمین زدن که این سیارک در 16 مارس سال 2880 به زمین نزدیک میشه و احتمال برخوردش هم با زمین حدود 29 ده هزارم درصده. اگه DA-1950 به زمین برخورد کنه، انرژیش برابر با 75 میلیارد تن TNTه
که این یکی میتونه فاجعه جهانی به وجود بیاره و حتی بشریت رو نابود کنه. سیارک TL4-2023. این سیارک تو 2023 کشف شد. بالاخره دانشمندا تو این یکی دو سال اخیر چیزای جدیدی هم کشف کردن که یکی از اونها شانسشون همین جسم فضایی خطرناک بود که میتونه حتی به زمین برخورد کنه. البته درصدش بسیار کمه، ولی خب هنوز تحقیقات بیشتری باید روش بکنن. بر اساس همون اولین مشاهداتی که بین 8 تا 19 اکتبر 2023 روش انجام دادن، حساب کردن که این سیارک حدود 0.55% احتمال داره که در 10 اکتبر سال 2119 به زمین برخورد کنه. این هم اگر بخواد با زمین برخورد کنه، انرژیش معادل 7.5 میلیارد تن TNT که قدرت تخریبش 0.1 سیارک قبلیه، همون DA1950. سیارک FT3-2007. از اون 2007ش میفهمیم که سال 2007 کشف شده. این هم به عنوان یه سیارک گم شده است، چون از همون سال به بعد دیگه پیداش نشد. مدار این سیارک به خوبی مشخص نیست. همون زمان پیش بینی کردن که احتمال برخوردش 1 در 10 میلیونه که اگر بخواد این اتفاق بیفته، این یکی نزدیک 3 مارس 2030، 6 سال آینده به زمین برخورد میکنه، که البته گفتیم احتمالش 1 در 10 میلیونه. توی یک تخمین دیگه گفتن که تو همین اکتبر 2024 با زمین برخورد میکنه، که البته اون دیگه درصدش خیلی کمتره، 1 در 11.5 میلیون. اگه این برخورد تو سال 2030 حتی اتفاق بیفته، انرژیش معادل 2.6 میلیارد تن TNTه که خسارتش نهایتاً توی یک منطقه کوچیکه، نمیتونه فاجعه جهانی یا حتی فاجعه برای کشور به وجود بیاره. سیارک XB1979. این یکی هم باز از اون سیارک‌های گم شده است که حدود 40 سال دیده نشده و مدارش هم به خوبی مشخص نیست. اولین بار 11 سپتامبر 1979 دیده شد. حدود 55.1 میلیونیوم درصد احتمال داره که در 14 دسامبر 2113 به زمین برخورد کنه. این یکی اگر بخواد برخورد کنه، انرژیش معادل با انفجار 30 میلیارد تن TNTه و میتونه تقریبا یک فاجعه برای قاره به وجود بیاره. 999.42 آپوفیس. این یکی یکم معروف تره. قبلا هم در موردش یک ویدیو ساختیم. آپوفیس اسمش رو از یک موجود افسانه‌ای مصری به نام آپ گرفته که دشمن خدای خورشیده. این سیارک که در جوان 2004 کشف شد، تا مدت‌ها به عنوان یکی از خطرناک‌ترین سیارک‌ها شناخته می‌شد. تو سال 2021 مشاهدات راداری مدار این سیارک رو بهتر مشخص کردن و دانشمندا به این نتیجه رسیدن که آپوفیس حداقل تا 100 سال آینده خطری واسه زمین نداره. در نتیجه این سیارک از لیست خطرناک‌ترین‌ها حذف شد. تو سال 2029 آپوفیس به فاصله 32000 کیلومتری زمین میرسه. حدوداً از مدار بعضی ماهواره‌ها نزدیک‌تره و بدون اینکه بخواد با زمین برخورد کنه میشه اونو با تلسکوپ دید. در نهایت درسته که برخورد سیارک‌ها ترسناک به نظر میرسه، ولی همه سیارک‌هایی که اینجا معرفی شدن توی مقیاس خطر تورینو در سطح 0 قرار داره. این مقیاس نشون میده که هیچ کدوم از سیارک‌ها تو 100 سال آینده تهدید جدی واسه زمین نیستن. البته همیشه ممکنه سیارک‌های خطرناک دیگه‌ای وجود داشته باشند که هنوز کشف نشدن. واسه همینه که ناسا در حال جستجوی اجرام فضایی نزدیک به زمینه. علاوه بر این، ناسا با هدف جلوگیری از برخوردهای احتمالی سیارک‌ها با زمین، مأموریت‌های پیشگیرانه‌ای رو طراحی کرده. یکی از اونها مأموریت دارت بود. در موردش یک ویدیوی مفصل ساختیم. دارت مخفف آزمایش تغییر جهت دوگانه سیارکی بود. اولین تلاش ناسا برای تغییر مسیر حرکت یک سیارک بود. می‌خواستن ببینن که اگر یک سیارک به زمین بیاد و یک فضاپیما رو بهش برخورد بدیم، آیا مسیرش تغییر می‌کنه یا نه. تو این پروژه ناسا یک فضاپیمای کوچیک رو به سیارک دیمورفوس فرستاد تا باهاش برخورد کنه. این آزمایش که تو سال 2022 انجام شد، موفقیت‌آمیز بود و مسیر حرکتش تغییر کرد. این مأموریت نقطه عطفی تو حفاظت سیاره‌ای به حساب میاد. یعنی اگر سیارکی نزدیک زمین بشه، میتونیم با این روش مسیرش رو تغییر بدیم که به ما برخورد نکنه. و این بود لیستی از سیارکایی که احتمال برخوردشون با زمین کمه، اما همچنان نسبت به اجرام فضایی سرگردان دیگه خطرناکترن. امیدوارم از تماشای این ویدیو
لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدیوی بعد.